کاشی پرنیان شما را به دیدن این برنامه دعوت می‌کند. خب این بخش رو با شنیدن یه صدای جذاب شروع می‌کنیم. حامد جان سلام، حالت خوبه؟ امیدوارم که همیشه خوب و خوش باشی، سلامت باشی در کنار خانوادت، آراد عزیزم و سفرهای عزیزم. امیدوارم که همیشه خوب و خوش باشی و دعای من همیشه یک بدرقه راه تو باشه. یه خاطره ازت بگم پسر عزیز دلم، یادته که حدوداً 7-8 ساله بودی، سرما خوردی، بردمت که دادم که کلینیک آمپول بزنی، تا بردمت اونجا آمپول رو دیدی فرار کردی، من بودو دنباله تو بودو فرار کردی، از دستم اومدی خونه، نه ایمدی آمپول تو بزنی، میترسیدید از آمپول. قربونت برم، انشاءالله که همیشه خوب و سلامت باشی. قربونت برم، میبوسم. صدای مامان حامد آهنگی به افتخارشون که جاتون خالیه، تبریک به خاطر این دسته گل و بهونه امشب ما هم که دوستان دارن الان میارن یه مقدار سورپرایزم کردی. صدای مامانو شنیدم، واقعا از آمپول میترسیدی. به افتخار حامد آهنگی، مرسی، تولدت مبارک حامد جون. میتونم بلند شم به خاطر خاموش شد دوستان، مرسی، اشکال نداره، اشکال نداره. خیلی مرسی. مبارک مرسی. باشه حامد جون، تو همه جا باید باشی. مرسی سعید درجه، سعید جان، سعید عزیز دلم، ممنونم. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. تولدت حامد جون خیلی مبارک باشه. من هی فکر میکنم دیگه تولدم تموم شده، ولی نه، یو یک عزیزی منو سورپرایز میکنه. هم از خودت ممنونم، هم از بچهای پشت صحنه که کلی زحمت میکشن و تولد همیشه قشنگ و جذابه. بله، تیمایی جذابی. ما دو تا کادو داریم، یکی کادو خود تی وی پلاسه برای شما، یکی هم از طرف یکی از حامیان برنامه برند پرنیانه. چاکرم که یه هدیه برای شما آوردن. ممنونم از شما. برند دیگنیتی هم برای شما هدیه آوردن که خیلی متشکرم، خیلی هدیه جذابه. خیلی اگه اول کادو برند پرنیانو بدیم اگه لطف کنید. کیکش هم خوردنیه یا بله بله دکوره. اما خوردنیه، کاشی سرامیک پرنیان سرامیک کرده؟ نه ولی واقعا نسل جدیدی از کاشی سرامیکی رو من نمیدونم که تو رژیمم، یه مدت دارم بخوای شکمه بره تو بابا خدا، ولی یه کیک رو دیگه میخورم. میگه حامد همیشه تو رژیمه. دوستان کادوی آره اینه. حالا من یه سوال چیز حالا من اولا ممنونم ازت که با مامان صحبت کردید، صدایش شنیدم، کلی ذوق کردم. این هدیه بزرگترین هدیه همین شنیدن صدای مادر مامانه. بله دم شما گرم، خدا همه مامانا رو حفظ کنه، اونایی هم که رفتن رحمت. پرنیان مرسی، مرسی از پرنیانم، متشکرم، خیلی ممنونم، مرسی. باز شود دیده شود جدا باز کنم. بله بله یواشکی ببین، فقط یواشکی که باید اینجوری ببینیم. کادوی تی وی پلاس هم اگه لطف کنید بیاریم بچه ها. بله، یک کیف ابزاره. آره پیشگوشتی اینا کیف پولت. بله بله، گوشیمو بیار ببینم الان سکه چند شده. سکه در واقع شما هدیه. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، خیلی مبارک باشه حامد جون، انقدر دوست داشتنی هستی، پرطرفداری. چاکر شما. برند پرنیان این هدیه رو به شما داده، مدیر عاملشون دوست داشتن که باشن ولی خب سفر براشون پیش اومد. خیلی ممنونم. کادوی تی وی پلاس رو چرا نمیارین؟ اینم کادوی تی وی پلاس که من به رسم ادب خودم پا میشم. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. خیلی هم ممنون، خیلی مبارک باشه. خیلی ممنون، خیلی ممنون، برم سلامت باشی، ایشالا که به دلت بشینه. اینم باز کنم، باز شود، دیده شود، بلکه یه ماشین حساب سکه چند الان؟ باز جونم من باز کنم آمد، تو رو خدا، تو رو خدا بازش کن. همین من یو از درم میشین با همون قشنگه. چیش قشنگه مرد حسابی؟ چرا فوبیا داری؟ باز نمی کنم یه ذره. هدیه است، اول گفتم کلکوپرم ریختم، هدیه خوبه رو بدیم بعد هدیه جذاب رو بدیم. به جوری تو بگیدم ساعت خوشحال شدم. لعنت به شما، چرا خراب کردی تولدم؟ ساعتم تقدیم میکنی، نمیخوام آقا ساعت تو. پای مرغ، لعنت به شما. خب چرا فوبیا یه درش بیرون مونده؟ ای بابا آقا من میمیرم الان، سکته میکنم. چرا خب مگه چه خیلی بدم میاد از پای مرغ.
آره گفتن اصلا قیافش رو تو ببین، فوبیای پای مرغ خوش اومدن داره واقعا. من میرم مرغ فروشی میبینم یه یه سبد از این توش پره، همونجا رامو کج میکنم میرم رامو دور میکنم. جدی؟ به خدا اینقدر بدت میاد؟ خیلی. کی گفت؟ همون کسی که کیک آورد. اوه 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 ممنونم از تولدتون. من به خدمتش میرسم. آقا یه سوال، وقتی همین پای مرغ رو از پهنا دادم خورد. آفرین، میخوره سعید. میخوره. آقا یه سوال واسه خیلی ها پیش اومده جانم. واقعا فکر میکردی پای مرغ کسی برای تولد بیاره؟ یه آدمی مثل، یعنی به شهرت و جایگاه ابی پیام تصویری بفرسته بله برای حامد آهنگی و از کارش تعریف کنه، چقدر برای جذاب بود؟ خیلی خیلی، چون من نه هممون کلی با آهنگاش خاطره داریم دیگه. یعنی مگه چند تا مثل آقای صدا هست و با این سن ماشاءالله خدا حفظش کنه، و وقتی مگه اصلا نیازی داره که بخواد به من پیام بده؟ اصلا چه نیازی داره اصلا تو اون جایگاه؟ بله. ولی منو قابل دونست، با کارام حال کرد و به جایی که ناراحت شه بهش بر بخوره، ظرفیت بالاشو نشون داد، خاکی بودنشو نشون داد و به این پیام داد. حامد جان عزیز با فامیل زیبای آهنگیش و اسمانش هنگیش آقای دارم آمد خوب باشه. خوشحالم از اینکه این گونه باید آشنا میشم. امیدوارم شانس دیدارتون در خیلی بزرگی داشته باشم. میبوسم. دوست داری شب تولدت کدوم یکی از آهنگای ابیو گوش کنی؟ من تقریبا همه‌شون رو دوست دارم. حالا غیر از اون شاده که میگه شب تولد عشق دلم رو هدیه دادم وا نکرده چسب اسکاچ، مثل ما دیگه وا نکرده پای مرغ اسکاچ که اصلا مربوط به تولده، ولی آهنگای زیادی داره که خیلی دوست دارم، خیلی زیاد همه‌شون رو، هیچ فرقی نمی‌کنه. دو تا طرفدار دو آتیشه معروف دیگه هم داری حامد، یکی آقای بیژن مرتضوی، یکی شهرام شفره. چکرم میشه ما رو همه رو در بله وزی شهرام شفره شدی تا حالا؟ نه واقعا نشد. نه. نه دوست نداری. خب بریم اتود شمر تو رو ببینیم. 17 سال پیش ای علمدار حسین، ای خلف پادشاه بدر حنین، از ره غمخواری و یاری بنشین دربر من، تا سخن چند به پابوس همایون تو کنم عرض، چو گردیده به من فرض، چو فردا شود از مشرق امید نمایان، رخ خورشید درخشان شود از کشته علی اصغر و هم اکبر و هم اون و دیگر جعفر و یاران و ادامه دیگه تا آخر. آقا به افتخار آمد آهنگی، دم شما گرم. مخلصم. بریم یه صدای دیگه پخش بکنیم، ریاکشن حامد آهنگی داشته باز داریم صدا. بله. سلام، خسته نباشین، من آراد آهنگی هستم. بله خیلی بازی میکنه با باز میکنه با من، پیس بیشتر بازی میکنه، فرفر انفجاری با من بازی میکنه، خیلی چیزا با من بازی میکنه، فوتبال، فورتنایت، تو پیس شبه تستشینا همه بازی رو داره میگه. بعد جایزه میخره؟ بله خیلی چیزا، دوچرخه، ماشین کنترلری، ماشین گنده، پیس، فرفر انفجاری. خب الان چی میخوای بهش بگی؟ یه چیزی بهش بگی. بیشتر جایزه بخره. آره دقیقت همینه؟ آره. به خودش چی میخوای بگی؟ به خودش دوست دارم. منم دوست دارم. افتخار پسر حامد آهنگی. خب دنیای پدرانه چطوره حامد جون؟ دنیای پدرانه خیلی خوبه، خیلی داشتن پسری مثل آراد جذابه و از خدا ممنونم که این پسر رو بهم هدیه داده. امیدوارم که لایق باشم. هنوز به خودم نمره خوبی نمیدم به عنوان یک پدر، چون خیلی نیستی سر کار. بله، شلوغی. بله. و همین چند وقت پیش رفته بودیم شهربازی، براش کارت گرفتم، داخل شهربازی که شدیم من فقط عکس گرفتم و پسرم با کارت 20 دقیقه واسط من رو نگاه کرد و هیچی نگفت، چون میدونه که من چقدر برای مردم احترام قائلم و همیشه با این باهاش در این مورد صحبت میکنم.
سنش کمتر بود عصبانی میشد، واکنش نشون میداد، میومد دست منو میکشید، میگفت بابا بریم اینا. انقدر باش حرف زدم، دلیلشو گفتم، لطف مردمو گفتم که الان درک کرده و مثل یه آدم بزرگ با کارت شهربازی واستاد و منو تماشا کرد و یه جایی دیدم دیگه یعنی فایده نداره. از دوست عزیزی که با من بود، مهران عزیز که حالا مدیر اجرای مهران مسگری، ازش خواستم که پسرم رو تو شهربازی بگردونه و من رفتم بالا نشستم تا در واقع خوش بگذره. آره چون با من خلایی داشتی تو بچگی خودت؟ یعنی مثلا دوست داشتی کلی اسباب بازی داشته باشی ولی نمیشده که برات اتفاق بیفته که این همه برای آراد کادو و اسباب بازی می‌خری؟ ببین من اصلا این خوشحال کردن رو دوست دارم، چه حالا اون کس پسرم باشه. چرا اتهام پدرم همیشه برام همه چی می‌خرید، یعنی میگفتم دو چرخه برام می‌خرید، مثلا من تو کوچه هیچ کی توپ نداشت توپو من میآوردم، کسی دو چرخه نداشت تو محلمون من مثلا داشتم. اتفاقا این خلأ نبود، رفتار پدرم رو دارم با پسرم آفرین تکرار میکنم. خیلی ها میگن ما خلاهایی که تو خودمون تو بچگی داشتیم. آره. و بله بله. جبران منم خلاهایی داشتم قطعا، ولی این مورد نبوده. و اما سورپرایز بعدی، این یه ذره خطرناکه. آره یه ذره خطرناکه. از پای مرغم خطرناکتره؟ خیلی. نکنه خود پرنده است. میرم پرنده بیاد من میرم. نه کاشی پرنیان. اینجای برنامه باید تشکر ویژه بکنیم از حامی برنامه، برند محترم کاشی و سرامیک پرنیان که از نسل جدیدی از کاشی‌های سرامیکی رونمایی کردن که الهام گرفته از معماری سنتی ایرانی و پارچه‌های مدرن و لوکس ایرانی که تنوع محصولاتشون رو بسیار زیاد کرده، که برای دیدن محصولاتشون میتونید به شوروم‌های منحصر به فرد پرنیان تو سراسر کشور مراجعه بکنید و ببینید و لذتش رو ببرید. یه بخش جذابه که الان صداشون رو میشنویم. آها صداست. صدا اشکال نداره. آره صداه. پرندرم دوست دارم آها. مثلا حیوانات خیلی دوست عجیبه. دارم. عجیبه. سلام آقای آهنگی. خسته نباشی. فکر میکنم الان یک کمی شوکه شدی صدای منو شنیدی. والا ازم خواسته شده که در مورد اخلاقت تو زندگی شخصی یک کمی صحبت کنیم. خودتو آماده کن. قرار چیزهای امروز بشنوی که تا به حال من جرأت نداشتم بهت بگم. الان میخوام اعتراف کنم. پای مرغو بده. پای مرغو بده. الان داریم. یکی از سوالایی که خیلی از من و آراد و خانواده حامد میپرسن اینه که حامد تو خونه هم همین شکلیه، یعنی مدام میگه و میخنده و اکتیو و شارژ. واقعا نه، یعنی اگه من انتظار داشته باشم یکی از صبح باشه تا شب این همه پر انرژی باشه بگه بخنده، اصلا چیز غیر معقولیه. نیست. حامد هم مثل همه ی آدم های دیگه نیاز داره یه وقتایی واسه خودش باشه، یه وقتایی بی‌حوصله است، یه وقتایی کاملا تو سکوته و من فکر میکنم رفتارش معقوله. اینکه من انتظار داشته باشم مدام بگه و بخنده، نه همچین چیزی نیست. البته اینم بگم که تا به حال نشده مثلا من باش توی جمعی برم، تو مهمونی، جایی بین دوستا که رفتاری ازش ببینم پشیمون بشم از اینکه چرا تو اون جمع بودم یا یه اخلاق بدی ازش ببینم. نه، یکی از ویژگی‌های خوب حامده که توی مهمونی‌ها همیشه سعی کرده جوری رفتار کنه که جمع رو ببره سمت شادی، بگن، بخندن و به همه خوش بگذره. این یکی از ویژگی‌های خوب حامده. در مورد خریدم مثل اغلب آقایون بی‌حوصله است. یعنی واقعا حوصله خرید کردن نداره. و چون این قضیه در مورد خودش هم صدق میکنه من زیاد شاکی نمیشم. اصلا خودش میره توی یه مغازه بلوز و شلوار و کفش و هر چی که میخواد و توی یه مغازه میخره میاد بیرون. بعد واسه همین منم زیاد اذیتش نمی کنم. در مورد آشپزی هم
استنبولی خیلی خوشمزه درست میکنه و چیز خاصی بلد نیست که بگم غذاهای متنوع نه، ولی یه موقع مثلا من بی‌حوصله ام میره تو آشپزخونه بهش هرچی میگم گوش میکنه و انجام میده و تهش یه چیز خوشمزه ای از آب در میاد. به افتخار همسر آقای حامد مهنگی. مرسی. چند سال شده الان از ازدواج شما میگذره؟ 15 سال. 15 ساله. الان دیگه رئیس همسره دیگه. من میفرستمش تو آشپزخونه هرچی میگم گوش میکنه. نه حالا اونجوری، ولی یه وقتایی خب اونم حال نداره، اونم درس خونده باید یا کتاب بخونه چون الان داره برای فوق لیسانس میخونه. خب من باید تا حد امکان شرایطو فراهم کنم. آفرین. مثلا نگم حالا درستو رها کن بیا برای من غذا درست کن. اگر بتونم خودم یه جوری یه کاری میکنم که اون به تایم سفورا به تایم درس خوندنش برسه. حالم خوب باشه، مهمون خونه باشه، واقعا آروم نیستم. یعنی همش در حال بدم میاد، همه میرن تو گوشی تو مهمونی یا مثلا دو به دو میشن با هم حرف میزنن. دوست دارم تو مهمونی همه با هم باشن، یه بازی انجام بدن، بگو بخم باشه. یعنی سعی میکنم جمع و کنترل کنم. بله دیگه. آره این گوشی تو همیشه به همه میگم، میگم این گوشی بازی که تو این گوشی یا حالا اینستاگرام یا هر چیزی مال زمان تنهاییه. تو تنهایی دور همین با هم باشین. دیگه دور همین که آخه مثلا از یه هفته همه داریم برنامه‌ریزی میکنیم پنجشنبه رو دور هم باشیم. آره. دو سوم تایم مهمونی تو گوشی مونیم. پس چه برنامه‌ریزی بود؟ قرار دور هم باشیم. آفرین. نه اینکه دور هم تو گوشی باشیم. حالا شما از طریق دوربین تیوی پلاس یه جمله خوشگل به خانومتون بگو. چشم. که یادگاری میشه. که اینطور. من چون قبلا تو مثلا مهمان برنامه خندمانه بودم یه جمله قشنگ به مادرم گفتم. به به. که کلی حاشیه شد دیگه تو خونه. نه نه اصلا نه تو ذهنم مونده بود که دفعه بعد در هر برنامه میرم یک جمله. البته مادرها همیشه تاج سرم هستن، دست مادرمو میبوسم، اما الان واقعا ممنونم که گفتی، به خاطر اینکه به خودش بگم یا کلی بگم؟ یادگاری به خانوم خودم. به خانومم بگم. سفورای عزیز ممنونم ازت که 15 سال سالهای اول با شرایط سخت مالی و کاری من ساختی و فضا رو برام فراهم کردی که به هدفم برسم و بتونم تو کارم موفق باشم. تو سالهای اخیر حاشیه ها و اذیت های مختلف کاری و جابجایی از این شهر به اون شهر، از این خونه به اون خونه و خواسته های من سر ماشین و همه این چیزها رو تحمل کردی، مدیریت کردی و ممنونم که در کنارمی. دستتو میبوسم، خیلی مخلصم، خیلی خوشحالم از خدای بزرگم که تو رو سر راه من قرار داد که بتونم همراهت باشم و ممنونم ازت. چاکرم. به افتخارشون. مخلصم. خب. آراد عزیز عاشقتم.